سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی داخلی و خارجی. فعالان مدنی در ولایت بغلان میگویند شماره از حلقات در استخراج غیرقانونی سنگ زغال در این ولایت دست دارند و حکومت باید جلو این کار را بگیرد. وزارت معدن نیز این موضوع را تایید میکند، اما میگوید که تلاش های برای جلوگیری استخراج غیرقانونی معدن در ولایت بغلان آغاز شده است. فرآورده های کشاورزی در زمین های للمی تخار دو برابر افزایش یافته است. رئیس کشاورزی تخار میگوید با وجود افزایش افت در نباتات حاصلات غلجات خصوصا گندم نسبت به سال پار افزایش بی پیشینه یافته است. او دلیل افزایش حاصلات غلجات را بارندگی های موسمی به موقع و مساعد بودن آب و هوا عنوان می کند. از سوی هم کشاورزان از افزایش حاصلات گندم خوشبینند و می گویند ریاست زراعت با آنان کمتر همکار است و به موقع در برابر افت‌های نباتات اقدام نمی کند. خریداران بیش از 20 سکه مالیات پرداخت می کند. سازمان امور مالیات ایران در بخشنامه خریداران بیش از 20 سکه طلا در ایران در سال گذشته 1397 را ملزم به پرداخت مالیات کرده است. این بخشنامه مشمول خریداران سکه از بانک مرکزی است که طی سال گذشته سکه های خود را دریافت کردند. بانک مرکزی تا پایان سال گذشته در چند مرحله اقدام به فروش سکه کرده. بر اساس این ابلاغیه خریداران زیر 20 سکه مشمول پرداخت مالیات نیستند. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی ایران کمترین میزان مالیات بر خریداران 20 سکه تا 60 سکه تعلق می‌گیرد که باید 150,000 تومان مالیاتی برای هر سکه پرداخت کنند. بر اساس گزارش‌ها خریداران 60 سکه تا میزان 100 سکه بعضای هر سکه 20,000 تومان مالیات باید بدهند. خریداران بین 100 تا 20 سکه هم باید بر همین اساس 250,000 تومان مالیات برای هر سکه پرداخت کنند. خریداران زیر 20 سکه نیاز به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی ندارد. سازمان امور مالیاتی گفته است که این مالیات مقطوع است و امسال یا باید یک جا و یا حداکثر طی 4 ماه به اقساط پرداخت شود. بر اساس این بخشنامه اشخاصی که در سال 97 بیش از 200 سکه خریداری کردند مشمول این دستورالعمل نیستند و باید اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند. دوباره برگشتیم بیننده های عزیز و محور بحث امروز هم در رابطه با افتتاح دهلیز کابل شارجه است و اینجا برای بحث بیشتر دکتر عبدالرشید جان باز آگاهی مسائل اقتصادی اینجا با خود داریم. استاد سلام بر شما و خیلی هم خوش آمده. تشکر از شما. سلام. سلامت باشید. استاد افتتاح دهلیز کابل شارجه و همچنان ما شاهد هستیم که دهلیز های دیگری هم در گذشته افتتاح شد. چقدر میتونه که روی صادرات ما یعنی صادرات سهل‌تر بسازه و بر بازرگانان چالش‌هایی که در گذشته وجود داشته ایره از بین ببره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد به شما همکاران محترم تکنیکی و بینندگان محترم تلویزیون جهانی آریانا نیوز. شما میفهمین که افغانستان یک کشور معتاد به خشکه است و گرچه در اواخر ما راه‌های بدیل بیشتر برای صادرات باز کردیم که در گذشته ها تنها ما محصور و محدود به یک بندر بودیم که او هم بندر کراچی پاکستان بود و مشکلات موانع هم در این راه برای بازرگان های ما همیشه وجود داشته، ولی خوشبختانه ما در طی سالهای اخیر نه تنها ای که راه حیرتان باز شده، راه لاجورد باز شده و بندر چابهار بر روی تجار ما باز شده، دالیزهای هوایی هم به خاطر انتقال میوجات تازه و خشک و میوجات زود مصرف افغانستان و اقلام مهم صادراتی افغانستان از قبیل قرقل، بوته‌های طبی، زعفران و میوجات تازه و خشک از طریق دالیز هوایی به کشورهای هند، ترکیه، کشورهای اروپایی، قزاقستان، چین و همچنان امارات متحده عربی بازگردیده است. امروز خوشبختانه که یک پرواز دیگه هم از کابل به شارجه که یکی از شهرهای تجارتی امارات متحده عربی هست با حدود 2 تن مواد که شامل میوجات تازه زردالو، گیلاس و آلو بود صادر گردید. در مجموع اگر ما ارزیابی بکنیم، امو سوال شما را پاسخ بدیم، این در کوتاه مدت یک اقدام بسیار خوب برای انتقال
مواد افغانستان به خصوص فرآورده های زراعتی و باغداری افغانستان مفید است. ما در گذشته ها شاهد بودیم که میوه‌جات تازه افغانستان چون فصلی است و از یک طرف ما در داخل افغانستان زیربناهای لازم مانند سرطان ها و پروسس لازم در داخل کشور نداشتیم و اینا در موقع حاصل ممانع ایجاد می شد از طرف کشورهای همسایه و دهقانان ما متضرر می شد. دولت تصمیم گرفت تا به خاطر از اینکه بیشتر زارین ما متضرر نشود و فرآورده های زراعتی و باغداری ما به وقت و زمانش مطابق به فصلی که حاصل گیری می شود به بازارهای جهانی انتقال شود، دهلیزهای اوایی را افتتاح کردند که در قدم اول دهلیز بین کابل دیلی جدید و بعدن بمبئی و به تعقیب از او ما شاهد انکشاف دهلیزهای هوایی بین قزاقستان، ترکیه، چین و امارات متحده عربی و همچنان کشورهای اروپایی بودیم. قسم که شما هم اشاره کردین، در گذشته ما شاهد افتتاح دهلیز های کابل دهلی، کابل جده، کابل انقره بودیم. ما چقدر توانستیم که از افتتاح یا از ایجاد این دهلیز ها ما نتیجه مثبت بگیریم؟ یعنی تعداد زیادی از بازرگانان شکایت به این داشتن که این راه خیلی برشان پرهزینه هست. یعنی تنها میتونیم که به این راه ها اکتفا کنیم یا چرا بیشتر تمرکز حکومت به این نیست که ما بتانیم روی راه های زمینی کار بکنیم؟ دقیقا همونطور که من پیشتر گفتم، در کوتاه مدت یک راه حل برای تجار ما هست و واقعا این هزینه زیاد دارد. همیالی هم بیش از 70% هزینه دهلیزهای هوایی از طرف دولت سبسایدی میشه و در این مدت در حدود 7000 تن مواد از افغانستان با 630 پرواز به کشورهای که پیشتر من نام گرفتم، مثل هند و امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ترکیه، چین، قزاقستان و کشورهای اروپایی انتقال داده شده است که در سال 1397 ارزش مجموعی انتقالات یا صادرات ما از طریق دهلیزهای هوایی به بیش از 100 میلیون دلار بود. ولی همونطور که شما گفتین، این در دراز مدت راه حل اساسی نیست، برای از یک طرف هزینه بیشتر داره و سوی دیگر دهقانان ما نمیتونن که دولت هم نمیتونه تا خیلی سبسایدی بکنه و دهقانان ما و تاجران ما هم نمیتونن که این را به قیمت مناسب به بازارهای جهانی برسانند. بنان راه اصلی حل معضله ترانسپورت زمینی است و هم خط آهن است که خوشبختانه در افغانستان ماستر پلان خط آهن ساخته شده، ولی شما میفهمین که از اینه خط آهن بیشتر است و ما نتونستیم تا حالا که این خط آهن به بنادر افغانستان در داخل کشور و مراکز تجارتی افغانستان مانند کابل و شهرهای بزرگ دیگه باید وصل بکنیم و زمانی ما میتونیم که صادرات ما را اقتصادی بسازیم که ما شهرها یا بزرگراهای اساسی و استاندارد داشته باشیم، ما خط آهن داشته باشیم و سوی دیگر ما راههای مواصلاتی را بین قریجات و شهرها و مارکت ها باید داشته باشیم تا به زودترین فرصت دهقان ما و باغدارای ما و سایر تجار ما اموال تولیدی داخل کشور به مارکت ها به وقت زمانش برسانند. استاد، ما دقیقاً راههای هوایی را گفتیم که خیلی چالش‌زا هست و هزینه خیلی زیاد هم داره. دخن حالا چی فکرهای دیگری باید وجود داشته باشه و دلیزهای زمینی که در گذشته ما شاید افتتاحش بودیم، راههای ترانزیتی زمینی چقدر مفید بوده تا حالا؟ حالا که ما دخن اگر از دلیزهای هوایی دور نریم، دلیز هوایی کابل شارجه که تازه افتتاح شده، ما کدام اقلام بیشتر داریم و دهلیزهای شارجه، ببخشید، بازارهای شارجه چقدر بر اقلام افغانستان میتونه که مفید باشه و کدام اقلام ما میتونه اونجا بیشتر خریدار داشته باشه؟ طوری که پیشتر ما گفتم، در اولین پرواز حدود 2 تن میوه تازه زردالو، گیلاس و آلو به شارجه صادر گردید و شارجه بازار بسیار خوب برای میوه های تازه افغانستان است و از این خاطر در اولین پرواز هم تقاضا چون به میوه تازه بود، میوه های تازه به اونجا صادر گردید و در آینده اقلام دیگه صادراتی افغانستان مانند زعفران، مانند قرقل، قالین، بوته‌های طبی، میوه‌جات خشک هم از طریق دهلیزها به بازارهای شارجه صادر خواهد شد.
ولی باز هم تاکید میکنم که دهلیزهای هوایی راه حل دراز مدت برای انکشاف و ثبات اقتصادی افغانستان نیست. ما باید تلاش بکنیم چنانچه تلاش ها صورت گرفته. ما امروز خوشبختانه راه لاجورد داریم که دومین محموله از طریق راه لاجورد که سنگ مرمر بود به قزاقستان صادر گردید و اولین محموله اش هم تا ترکیه رفت، ولی هنوز هم یک سلسله مشکلات های در این راه وجود داره. دریورایی که در این راه سفر کردن و بازگشت کردن، اونا بر عدم پابندی به توافقنامه ای که بین کشورهایی که در مسیر راه لاجورد قرار دارن هنوز مشکلاتی هست، از قبیل ویزه، از قبیل مسائل گمرکی که اینا باید دولت توجه بکنه و این مشکلات حل بکنه. و سوی دیگر چیزی که بسیار مهم بر صادرات و واردات افغانستان از بندر چابهار است که ما از طریق بندر چابهار با آب‌وهای آزاد وصل میشیم و خوشبختانه که در اواخر دولت تصمیم گرفته که تجار ملی ما را تشویق بکنه تا یک خط مستقل کشتیرانی با پرچم افغانستان در آب‌وهای آزاد مصروف صادرات و واردات شوند، که یک اقدام بسیار نیک است و ما از استقبال میکنیم و امیدواریم که همانطوری که تجار ما بعضا شکایت دارند از عدم زیربناهای لازم در بندر چابهار، این زیربناها هم به زودترین فرصت تکمیل شود و مشکلات تجار در اونجا مخفی شود. یکی از نگرانی هایی که وجود داره دهلیزهای هوایی هزینهش بلند است. راه های ترانزیتی زمینی چالش هایی داره که بازرگان افغان بارها بازگو کردند. ما روز پیش هم بحث داشتیم و مطرح شد که پاکستان باز هم تعرفه ها را دو برابر سه برابر افزایش داده برای محصولات افغانی، یعنی نشان میده که راه های ترانزیتی هوایی و زمینی هنوز هم ما را از وابستگی به پاکستان نجات نداده و باز هم بیشتر از بازرگانان به طرف پاکستان روان هستن و بیشتر محصولاتشان اون طرف انتقال میدن. حالا چه شود که ما از این راه ها بتانیم استفاده خوب تر کنیم با یک هزینه بسیار خوب؟ این دقیقاً که ما عمدتاً صادرات ما وابسته به بازارهای پاکستان بود و در گذشته و تا حال هم اقلام بسیار درشت صادرات ما به خصوص میوه‌های تازه ما به پاکستان صادر میشد و اونا هم از این استفاده میکردن و در موقع رفع حاصل میوه‌جات تازه ما اونا مشکلاتی را در انتقالات وضع میکردن یا تعرفه‌های گمرکی را بالا میبردن و دیگه و حتی تا زمان هم ما به یاد داریم که بیشترین میوه‌های تازه ما در مسیر راه بنابر مسدود بودن بندر و یا مشکلات ترانزیتی گنده شد و فاسد شد و از بین رفت. بنان بدیل های در نظر گرفته شده و کار صورت گرفته که من پیشتر برای شما یادآوری کردم. اولین خط آهن اموال تجارتی تجارای افغانستان از چین به مزار شریف از طریق حیرتان انتقال داد و همچنان از بندر حیرتان از کالاهای صادراتی تجاری افغانستان به چین صادر شد و از طریق راه لاجورد هم اولین کاروان و دومین کاروان رفت و از طریق چابهار هم ما دیدیم که صادرات افغانستان به هند رسید و از این هم به افغانستان رسید و این یک اقدام خوب، یک کار خوب است و آینده از این بسیار روشن است که ما را از وابستگی هم یک بندر نجات میده. و سوی دیگر از لحاظ اقتصادی بندر چابهار و راه لاجورد و بندر حیرتان برای تجار ما اقتصادی هست، هم از لحاظ زمانی نزدیک است و هم از لحاظ ارزش پولی قیمت تمام شده اموال تجارتی ما چه صادرات است چه واردات است با آبهای آزاد ارزان تمام میشه. بنابراین این یک اقدام نیک است که دولت ما در این اواخر انجام داده و افغانستان از وابستگی از یک کشور خلاص کرده و امروز ما در چهار سمت افغانستان چهارراهی داریم که ولی هنوز هم قبلا اشاره کردیم بازرگان افغان بیشتر به طرف پاکستان اقلام خود صادر میکنن، یعنی چرا توجه حکومت بیشتر طرف این راه ترانزیتی جدیده که افتتاح شده طرف از این نیست که بتونن، چون راههای کم هزینه هم هستند و هزینه را پایین تر بیاین، چون بازرگان افغان دیگر علاقمندی به طرف پاکستان پیدا نکنه، یعنی تا حالا هم وابستگی ما شدیداً به طرف پاکستان هست. دقیقاً، این ضرورت به یک مارکتینگ و بازاریابی بسیار شدید داره، ایجاد نمایشگاه ها است که در کشورهای مختلف نمایشگاه ها دایر شوند تا بازاریابی شود برای اموال تولیدی افغانستان و مارکتینگ و یا بازار برای از با در اونجا پیدا شود. یعنی این بیشتر بیشتر بستگی داره برای وزارت تجارت، اتاق تجارت و وزارت زراعت و اینا. دقیقاً چی فکر میکنید که چقدر کارهای خود به درستی انجام داده؟ دقیقاً، ما شاهد بودیم که هفته گذشته هم یک
نمایشگاه در هندوستان برگزار شد. در اونجا فرآورده‌های زراعتی افغانستان به نمایش گذاشته شد و حتی قراردادها و مارکتینگ هم صورت گرفت. ما امیدوار هستیم که این مارکتینگ و این گونه نمایشگاه‌ها به خاطر معرفی تولیدات افغانستان در کشورهای اروپا و سایر کشورهایی که علاقمند به بازرگانی با افغانستان هستند به وجود بیاید و تا بتانه اقلام صادراتی افغانستان که در داخل افغانستان تولید میشه ای به بازارهای جهانی و قیمت مناسب عرضه شود. و از سوی دیگر مشکلاتی که ما داریم که پیشتر گفتین چرا وابسته به پاکستان هستیم است که ما هنوز در داخل افغانستان زیربناهای لازم و اساسی را برای سوردبندی، بسته‌بندی و استانداردسازی صادرات خود نداریم. متاسفانه یا بگویم یا بدبختانه بسیاری اقلام صادراتی افغانستان در پاکستان میره، به خصوص قالین افغانستان که در اونجا شستشوی میشه، قیچیکاری میشه و او از آدرس پاکستان صادر میشه. بنان ما پیشنهاد ما به حکومت و مسئولین زیرب در مورد است که تلاش صورت بگیره ما تا در داخل افغانستان چنین زیربناهایی را ایجاد بکنیم که ما در همینجا مثلا میوه‌جات خشک ما پاکاری شوه، شستشو شوه، بسته‌بندی به استاندارد در جهانی شود و از آدرس افغانستان صادر شود. چنانچه ما دیدیم در طی سالهای متمادی جلغوزه سیاه افغانستان قاچاق میشد به پاکستان و از اونجا از آدرس پاکستان به بازارهای جهانی میرفت. ولی خوشبختانه که امسال از آدرس افغانستان با مارک و نشان افغانستان از طریق همین دهلیزهای هوایی به کشور چین صادر شد. که نظر شما چی است که چرا دید حکومت در این عرصه اینقدر ضعیف است و قالینی که شما قبلا اشاره کردین هویت ملی ماست و میره به پاکستان و از اونجا به کشورهای دیگر صادر میشه و قبلا ما بحث هایی داشتیم که بیشتری از قالین بافان افغان در پاکستان فعالیت دارن در اسلام آباد که اونا فعلا کاربار قالین میکنن. یعنی اگر حکومت توجه نکنه روی میوه‌جات بسیار با کیفیت افغانی و جلغوزی سیاره که شما قبلا اشاره کردین قالین، دقیقا ما چقدر میتونیم که صنعت خود، یعنی صنعت ما چقدر با رکود مواجه میشه و میوه‌جات ما چقدر، یعنی امو کیفیتی که در حال حاضر داره و میره به طرف پاکستان و چون در پاکستان سردخانه ها وجود داره اونجا نگهداری میشه، بیشتر توجه حکومت چگونه هست؟ در این اواخر دیده میشه که خیلی وضعیت گدبد است و میوه‌جات افغانستان خیلی با قیمت پایین به جاده ها به فروش میره. دقیقاً ما شاهد بودیم که حتی چند روز پیش در فرا امسال خوشبختانه بیش از 600 هزار تن تربوز تولید شده، ولی نسبت عدم انتقال به موقع از این به مارکت های داخلی و خارجی، حتی ما شنیدیم از طریق مطبوعات که یک کیلو تربوز یک افغانی در فرا خرید و فروش میشد تقریبا 500 که این خودش یک ضربه بسیار شدید برای دهقانای ماست. ما پیشنهاد ما برای وزارت محترم زراعت و برای دولت در مجموعه است که در ساختن زیربناها توجه بکنند. یک مشکل اساسی دیگری که دولت تقریبا یک کمک محدود ساخته مداخله شده بازار، به رسمیت شناختن اقتصاد بازار به صورت مطلق باعث یگانه نظام اقتصادی افغانستان است که من همیشه در این مورد تاکید میکنم که افغانستان یک کشوری است که 40 سال در جنگ بوده و در اینجا نه تنها که ما باید سکتور خصوصی و اقتصاد بازار رشد بکنیم برای زیربناها جور بکنیم، در پالوش ما باید یک اقتصاد پلان شده و رهبری شده هم داشته باشیم تا دولت نقش انتظامی خود در بازار انجام بده و کمک های لازم برای دهقانا و دیگه انجام بده. امروز متاسفانه ما میبینیم که میلیاردها دلار در بخش زراعت، در بخش زیربناسازی، در دیگه از کشورهای جهان به افغانستان سرازیر شد، ولی متاسفانه هیچ کمکی برای رشد تجارت و اقتصاد ما نکرد. ما در گذشته ها فابریک های نساجی داشتیم، ما فابریک های سمنت داشتیم که در اونجا ده ها و هزاران نفر کار میکردند، ولی اونا را فعلا از بین رفت و دولت هم تحت نام اقتصاد بازار نمیتونه که اونا را دوباره احیا کنه. خیلی کوتاه توجه حکومت که برای این که بازرگان افغان چگونه از دلیس های هوایی و رای ترانزیتی زمین استفاده شوه و هزینهش پایین تر باشه توجه جدی بکنه و چقدر از این چالش ها باید حل بشه؟ دولت در مجموع باید تلاش هایی که صورت گرفته، برنامه هایی که طرح شده، برنامه های بسیار خوب است. امروز افغانستان از انحصار یک کشور خلاص شده، ما امروز در 4 دروازه بر روی افغانستان باز شده و فقط تلاش به این صورت بگیره مسئولین امور که همو توافق نامه ها و قراردادهایی را که با کشورهای همسایه امضا شده
اونا را از جنبه عملی بشوه و مشکلاتی که در داخل کشور وجود داره از قبیل استانداردسازی مواد صادراتی ما، بسته‌بندی مواد صادراتی ما، اینا را باید درست بسازه و تا بتانیم که ما با مارک و نشان افغانستان با استانداردهای بین‌المللی کالاهای تولیدی در داخل افغانستان به خارج کشور صادر بکنیم. خیلی سپاس دکتر عبدالرشید جان باز، آقای مسئول اقتصادی که شما در زیربنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. و این هم قیمت طلا. و این هم قیمت مواد اولیه. سپاس از همراهیتان. تا این دم تا برنامه بعد، خدا نگهدار.